سلام دوستان وقتتون به خیر باشه در روسه گذشته یک خبر در رسانه منتشر میشه خبر اشاره داشته به دستگل جدید جماعت حامی ترامپ معاون ترامپ یک جلسه ای رو در جمع گروهک منافقین حضور پیدا میکنه حرفای اونجا زده میشه که خیلی سرگرم کننده است و خیلی فوق العاده است و خاطر همین دوستان ما هم دیگه بررسیش بکنیم و دوستان حرفایی که ما یه هفته پیش خدمت شما گفتیم حالا ممکنه بعضی ببین که شاید تو یه اشرافی باشی مسئله یا تو متوجه شدی که اینا میخوان این حرفه رو بزنن میخوان یه حرفی درباره رضا پهلوی بزنن که اون برنامه ساخت من واقعا اطلاعات نداشتم یعنی صرفا من اینجام نیستم که تو این شرایط فعلی لازم هست کمی درباره حسادت مریم رجبی به رضا پهلوی صحبت بکنیم الان دقیقا توی جلسه دیروز همین رو هم مریم رجبی بهش اشاره کرد هم مایک پنس حالا چطور این همصدایی و ببخشید چطور این همزمان اتفاق افتاده واقعا نمیدونم باید یه خورده بریم جلوتر ببینیم که آیا رصد کننده هایی دارن که مطالعه ما رو میبینن یا افوار رو میزنن تکرار میکنن یا دلیل دیگری داشته میخوام با هم شروع بکنیم ببینیم چه چیزهایی در این نشست اتفاق افتاده من قبلش لازم است یک نکته بگم به محض اینکه مایک پنس معاون ترامپ در جمع اعضای گروهک تروریستی منافقی حضور پیدا میکنه یک عکس مورد توجه همه قرار میگیره تأثیری است که دارید روی صحبت من مشاهده میکنیم این تصویر داره معاون ترامپ رو در کنار مریم رجوی نشون میده در حالی که پشت سر اینها یک عکس دیگری است یک حالا یا تندیس یا یک عکس ولی بچت عکس فردی هست نام زهره قائمی احتمالا بخش قلتجی از شما این اسم رو نشیدید دوستان درباره ماجرای ترور شهید سیاد شیرازی بحث خیلی زیاده اصلا اینکه آیا گروهک که منافقین پشتش بوده یا عده ای انجام دادن انداختن گردن گروه حکم منافقین این بحث خیلی طولانیه من قبلا بخشش خدمت شما عرض کردم ولی به هر جهت اون چیزی که روایت اصلی و مرسومی هست که خیلی ها شنیدن اینه که زهر قائمی فردی که تصریح شدید پشت سر اینها نگاه میکنید تحریز و هدایت کننده عملیات برای ترور شهید سیاد شیرازی بوده در سالهای قبل که حملاتی به پادگان اشرف صورت میگیره مرکز ارتش فارسی زبان صدام خب چیزی حدود هفتاد نفر جان خودشون رو در اون عملیات ها اساس میدن یکی از اون هفتاد نفری که به هلاکت میرسه همین زهره قائمی بوده جالب زهره قائمی که همچین نسبتی داره بهش داده میشه فارغ از اینکه راست باشه یا دروغ یعنی نسبت داده میشه که بالاترین ژنرال ارتش جمهوری اسلامی ایران در اون بازه زمانی که ضربات دردناکی به گروهک منافقین زده رو به شادت رسونده عکسش اینجا داره دیده میشه این یکی از پر ابهام ترین نکاتی هست که پیرامون این دیدار وجود داشته اما یک پاسگل شاهکار و فوق العاده جمهوری خواها اینجا به جمهوری اسلامی میدن یعنی مایک پنس حرفی رو میزنه که ما سالها سری میگیم هر موقعی که صدای جماعت برانداز بلند میشه و میخوان سوء استفاده بکنن از اعتراضات مردم یه سوال مطرح میشه دوست عزیز ما عزیزی که برای مثال در فلان مؤسسه اعتراض داری دوست عزیزی که گلایی داری به یه سوال فکر کن بعد از اینکه جمهوری اسلامی رفت این سیستم قرار هست با محوریت کیا جلو بره خب بعضی میشن رویایی فکر می‌کنم میگن آقا فردا یه فکری می‌کنیم دوست عزیز الان باید یه فکری بکنی الان تو راهکار چیه بعد از جمهوری اسلامی راهکار چیه خب اون نکته که ما خدمت شما عرض کردیم اینه که راهکار این جماعت تعطیل کردید نگاه می‌کنید رضای پهلوی و مریم رضای که تکلیفش مشخصه ما اخیرا یه صحبتی هم انجام داد اگر بیام قول میدم گفتیم دمشکم کم چه قولی میخواد بده گفت مشکل گاز آمریکا و نفت آمریکا رو حل کنم داداش برای اونا داری انقلاب میکنه. برای ما انقلاب نمیکنی بعد دریاش گفتش که یه قول دیگه هم میدم احزاب رو راه میندازم انتخابات بر بخوب اینا هستن که تو قرار شد یه چیزی بگی که اون ویژه تر باشه این رضای پهلوی با این کاری نداریم گفتیم اون گزینه بعدی که اونها میخوان به شما غالب بکنن همین مریم رجوی همین جماعتی این که ارتش فارسی زبون صدام هستن و جنایت دارن میکنن خب بسیاری از دوستان گفتن آقا اینو مقبولیت ندارن این حرفا چیه این شوفه که آمریکا از اینا دفاع میکنه معاون ترامپ در این جلسه که برگزار میشه آب پاکی رو روی دست همه میریزه یعنی به طور رسمی اعلام کنیم بله ما اگر جمهوری اسلامی رو بتونیم کنار بزنیم آرزومون اینه اینا رو سوار کنیم بر مردم ایران حالا اینا که دارم میگم جماعتی هستن که بخشی از جنایات اینها رو واقعا نمیشه واسانی کرد میخوام صحبت های مایک پنس این پاس گل فوق العاده ای که به ایران داد رو یه بار با هم بررسی کنیم یه از فردا هر کسی برگره بگه که آقا جون فردای جمهوری اسلامی میشینی فکر فکری وجود نداره اینا اگر بتوانن جمهوری اسلامی رو کنار بزنن امثال جماعت آمریکایی اینا آرزوشونی که این جماعت رو بیارن بر شما سوار بکنن شما قرار است آزادی داشته باشی شما قرار هست در راستای راست منافع آنها مدیریت بشوید ببینیم صحبت های مایک پنس رو بعد نکاتی هست که خدمت شما پرسال این حاکم همیشه این دنیا رو اینطوری میخواد فرید بده تا باور کنند که آلترناتیوی وجود نداره برای وضعیت کنونی ولی یک آلترناتیو موجود هست وجود داره به خوبی سازماندهی شده تماما آماده و تماما زیسرا با با حاکمیت مردمی جلال از هست از و روزگار بی حق همه اون خای که در فور افرینگ هوپ اشتباهه هم اومدن و امید به مردم شما در ایران به محشر رو یعنی عارفين فرزادت محشر رو ببین همین داستان میتونه 20 ساله به دیگه 30 ساله در عراق بیفته که یک آمریکایی بلند شه بره اونجا زمانی که بساط آمریکا رو جمع کردن به طور کامل از منطقه انداختن بیرون بره سخنرانی میکنه در جمع اپوزیسیون عراق بعد برگرده به که این داعشی که نگاه میکنی بک بغدادی فقید در حال آزادسازی شما بود نسل جدید متوجه میشه که میگه که ابوبکر بغدادی و این داستان اون جنایت ها رو یادش که من اگر جای تلویزیون ایران باشم همین صحبت ها رو آماده میکنم یک مستند میسازم با این صحبت ها و جنایت هایی که گروهک های منافقین انجام دادن همین رو پخش بکنی و تمومه مردم میفهمن که آقا ته جمهوری اسلامی اینه این چیزی که ما دروغ نمیگیم بعضی میگن اینها دارن مردم رو از یک آینده میترسونن که اون آینده در رأسش مریم رجوی و گروه های جنایتکارن ما دروغ نمیگیم آقا این حقیقته خودشون به تو رسمی اعلام کرد و من خدمت شما عرض این حرفایی که این فرد داره مطرح میکنه کاملا برخلاف اون تحریزیایی است که اتاق تصمیم سازی آمریکا داشتن این یعنی مطمئن باش یه سری دارن تو سرشون یا این چیزی که ما این چرا داره مطرح میکنه بعد نکته بعدی به طور رسمی اینجا مشخص شد که حزب جمهوری آمریکا و این جماعتی که دور هم جمع شدن و اسم خودشون رو گذاشتن حزب جمهوری خواه یه سرجهاز دارن در بین براندازها ها که میخوان هزینه ها مال اون سرجهازه بشه اونم مریم رجوی و فرقه توکاری که در باش کار میکنه به طور رسمی اینجا آب پاکی روی دسته رضا پهلوی ریخته شده او بچه هستی اینو میگی ویدیوشو میذارم خدمت شما عرضم کرد فقط این داخل پنس بگم این ویدیو همون حرفایی که هفته پیش کردن شما زدم ها. که توی اعتراضات اصفهان مردم دارن شعار میدن میگن ما آب نداریم بعد یکی شعار میده رضا شاه رو عطشا سلطنت طلبای دیگه شعار میدن یه رفع سازا منافقینی با شعارهای دیگه به اینا حمله میکنن به خدمت عرض کنم یک حسادت عجیب غریبی نسبت به رضا شاه روحت و نسبت به رضای پهلوی بین اینها وجود داره ادامه شو ببینیم بعد من نکاتی که قدام شما هستم کنم رژیم تهران میخواهد دنیا را فریب بده تا باور کنند که تظاهر کنندگان در ایران میخوان به دیکتاتوری شاه برگردند ولی میخواهم به شما تضمین بدم ما فریب دروخ های اونها رو نمیخوریم پس بگذارید از همه شما که اینجا هستید بپرسم تا همه دنیا بشنوند به این دو تا رقیب من یه رقیب سلطان طلبان یه رقیب ساز و منافقین بعد رفته توی جمع ساز و منافقین ها میگه بذاری از شما بپرسم مردم ایران از اونها خوششون میاد و مثلا انتظار داریم مثلا اینا چی بگن بگن که ممکن خوششون بیاد ممکن خوششون نیاد اینا رقیب اونا هستند خب خیلی فولاد است بعد چه پاس گل عجیبی داد باز اینجا یاداوری کرد که آقا اون چیزی که رتوه میوفته یعنی اون چیزی که گروهک منافقین و سخنران هاش و همه اینها روش تهریزی کردن و تمرکزی کردن این هست که در فردای جمهوری اسلامی در بین این جماعت و اپوزیسیون چیزی تحت اون سلطان طلبات جای نداشته باشند. بله از ظرفیت اینا هم استفاده میکنیم با کمک اینا هم یک رویای زیبایی از قبل از انقلاب 50 برای نسل جدید میسازیم که اون بگه آ زیبا بوده و الان وضعیت چه شکلیه بعد که این رویا رو ساختیم یک جامعه ای رو خواهیم داشت که بخشش انگیزه داره ناآرامی در کشور خوش به وجود بیاره چرا چون براش رویا سازی کردیم بعد چه کسانی از ظرفیت استفاده خواهند کرد سلطان طلبها نه با خر اینها وزیر جلو آوردن، بعد رو کسان دیگری میخوام سوار بشن. ادامه صحبتش رو ببینیم، بعد نکاتی دیدیم که خدمت شما هستن. آیا مردم ایران میخواهند یک دیکتاتور رو با دیکتاتور دیگری جایگزین کنند؟ Or do the یا مردم ایران میخواهند در آزادی و دموکراسی برای همه مردم ایران زندگی کنند؟ خب بخش شما هم دیدیم من قبل از اینکه صحبت های مریم رجوی رو بذارم با هم دیگه بررسی بکنیم میخوام به یک چیزی اشاره کنم ببین اصل 2017 گروهک منافقین به طور رسمی تنفر خودش رو و حسادت خودش رو از رضای پهلوی و سلطنت طلب ها و اینکه صداشون در بین معترضین شنیده اعلام میکنه متو جرئت نمیکنه شعار بسازه فعلا توی این مرحله خودش نمیبینه میاد دو مدل ویدیو تولید میکنه یک مدل ویدیوهای در تخریب حاکمیت پهلوی میگه اینها دقیقا آدم های جنایتکاری بودن اینها آدم های مستبدی بودن و ما از این استبداد فرار کردیم ولی به سمتش نباید بریم چرا چون میخواد افکار عمومی رو ببره به سمت اینکه یه وقت اینا بزک نشن فهمید چه جوری دو تا گروه دارن از آمریکا پول میگیرن که بیان علیه جمهوری اسلامی کار بکنن بعد دارن علیه آمریکا تولید محتوا میکنن بعد این تولیدات به همینجا نمی... متوقف نمیشه اینا چیزی در حدود 10 قسمت مستند میسازن از 2017 تا 2020 توی این مستندها تلاش میکنن برای, مخ... برای اون کسانی که بیننده خودشون هستن و مخاطب اینا هستن رضای پهلوی و مریم رجوی رو ببخشید رضای پهلوی و جمهوری اسلامی رو و همچنین خانواده اون فرد و جمهوری اسلامی رو عین هم قرار بدن یعنی بین که اون میری چه شکلیه منطبق بر همینه که یعنی اگر از جمهوری اسلامی فاصله بگیری سمت اون نریا یه سمت منی که لشکر فاز زبان صدام بودن خب این است این بازی که اینها تلاش میکردن پیشورا هوشمند است از سال 2020 بعد دیگه دیدم با شعار نمیشه با مستنسازی نمیشه باید بریم توی شعار چرا چون اگر شعار ندن در جمع معترضان یک شعاری درباره سلطنت طلب ها شنیده بشه جمهوری اسلامی با مخالفین روبرو هست که یه طرفش مریم رجویه که داره با گروه های تروریستیش کف میدان دست و پا میزنه ولی بهرش رو چه کسی میبره بوجهش پهلوی داره میگیره دیگه بودجهش مریم رجوی که نمیگیره که اون داره بودجهش می رو میگیره میشه اینا به این جمعنی رسن که اینجا با شعارها رو عوض رو کن یک نمونه از عوض شدن شعارها رو میخوام خدمت شما نشون بدم ببین چقدر مخاطب ناآگاهه تجمعی برگزار شده به خصوص تو جمع دانشو این خیلی اتفاق میفته فضا احساسی دانش اومدی اعتراضی بکنه اصلا به این فکر نمیکنه که این شعاری که الان این آقا داد پشت دستش برم یا نه این شعار منحرف یا نه تکرار میکنه اون چیزی که میبینه رو تکرار میکنه اینجا دانشجو دارن یه رو کنن. یه نفری شعار رو عوض میکنه بعد اون کسی که داره فیلم برداری میکنه اون هم کسی هست که میخواد این شعار عوض شده رو بفرسته داره تلویزیون گروه اک منافقین یعنی شما نگاه میکنه اون شعار عوض میکنه از اون جمعه یه لحظه سکوت میکنه این چی داره میگه بعد این هم شروع میکنه پشت دست اون شعار رو عوض کردن برای اینکه جمعه یک صدا شعارش عوض بشه این جنس از شعار شعار گروه اک منافقین یه بار من بررسیش کنم بعد ویدیو خود مریم رجبی رو در خصوص خواهیم دید. به شعارها خوب دقت بکنید به یک بار جو این شعار تغییر میکنه شاه باشه چه رهبر یه لحظه رفت تو سکوت اصلا این چی داره میگه مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر توی سال 88 دو تا شوار رو سعی کردن اینها جا بندازن هرچند اون سالها خیلی توی قضیه شوار سازی ورود نکرده بودن اصل شعار سازی اینها برمیگرده به سال 2020 به بعد اجازه بدید من ببینم میتونم این شعار رو برایشون پیدا کنم یا نه اجازه بدید میخوام ببینم ویدیوشو اگر داشته باشم اون ویدیو رو بیارم که ویدیو رو هم دیگه ببینیم بله اصل ویدیو رو پیدا کردم ولی خب شعارهایی که شما نگاه میکنید میبینی که داره تلاش میکنه بگید که مردم این که اصلا اسلامی هیچی با سلطنت هم کاری نداریم خب کدوم آلترناتیو برای مردم میمونه کدوم در بین اپوزیسیون چه کسی میمونه مریم رجوی اون گروهی که تروریستی که کنار پهلوی بوده و 17 هزار تا آدم کشته یه هوشمندانه رو داره جواب جام کنه درسته یعنی اون کسی که وسط میدان متوجه میشه که اون میگه یه چیزی فقط بگم همراه بشم با چیزی همراه بشم دیگه این شعار رو چه کسی ساخته خیلی برایش موضوع پیدا ولی اینجا خیلی هوشمندانه خیلی تابلو مشخص میشه که پشت پرده این جنس از شورها چه کسی هستن ادامهش رو ببینیم ادامه ویدیو صحبتایی است که مریم رجوی واضح‌تر عیان میکنه تقلای آخوندها با پخش شعارهای انحرافی در خلال اعتراض ها کمچنان که امروز گفتند آقای معامل رئیس جمهور آنها که میخواهند روح سرم ببین داره اشاره به همون شعار رضا شاه شد یه چیزی الان خیلی جالبه ما هفته پیش اومدیم به این اشاره کردیم گفتیم این داره حسادت میکنه به رضا پهلوی یه شعاری اونا دارن میدن این داره حسادت میکنه انگار که مثلا یه سنایای ر... لو رفته بعد اینا میگن که خب بریم خودمون اعتراف کنیم که به افکارمون بگیم که نه ما اصلا کلا با این شعار مخالف بودیم ترسی هم از بیانش نداریم الانم علنی داریم بیان میکنیم شبیه به یک همچین چیزیه یعنی انگار دارن خودشون اعتراف میکنن نه اصلا کلا ریشه و این قضیه مشکل داریم در جد اون چیزی که من از دیروز دیدم یک شمشیری هست که از سوی سلطنت طلبها علیه گروهی که کشیده شده دارن اشاره میکنن به جنایاتی که گروهی که منافقین داشتن چون به این جمعندی رسیدن که این گروهک به طور کامل خود جماعت سلطنت و, پهلوی رو داره کنار میزنه اما دوستان عزیز اون نکته که من خدمت شما عرض کنم اینه فردای جمهوری اسلامی همینی که ببینید نه دروغ بود نه جفسازی بود نه کولیوازی بود این چیزهایی که ما گفتیم حقیقت بود همین جماعتی که چند ده هزار ایرانی کشتن و پشت پرده بخش قابل توجهی از خرابکاری ها در کشور شما بودن اینا کسانی هستن که آمریکایی ها با همه وجود میخوان بیان به قدرت برسانن و در درون خودشون هنوز به قدرت نرسیدن پاچه بقیه اپوزیسیون رو هم گرفتن من نکته دیگه ندارم اگر احساس که نکته ای هست حتما به این ویدیو اضافه بکنید درباره حسادت مریم رجوی به رضای پهلوی ویدیوهای دیگری هم هست که مفصل خدمت شما در بررسی اون چیزی که زیر پوست اپوزیسیون داره می‌گذره ارائه خواهم داد اگر موافق باشین میخواستم چند تا پیام براتون بخونم بعد احساس کردم ویدیو خیلی طولانی میشه گفتم که صرفا یه درخواستی داشته باشم دوستان عزیز تصویری که روی صحبت من مشاهده میکنی بنر تبلیغاتی ما هست ما هر ماه به مدت یک هفته این تبلیغات رو داریم کل کاری هم که داریم پیش میبریم در حوزه رسانه این تبلیغات هست من درخواستم از رفقای خودم اینه که حتما از ما حمایت بکنن در حمایت خودتون تردید نکنید بعضی میکنه که آقا مثلا یه مبلغ خیلی پایینی حمایت بکنیم کمکی میکنیم به تیم قطعا کمک میکنه قطعا کمک میکنه در شرایطی که تیم های با بودجه هایی دارن پیش میرن خیالشون راحت از آینده کاری خودشون این حمایت ها کمک میکنه که ما یک نقشه راهی داشته باشیم یه جمله هم میگم برای اینکه هیچ بهانه و اپامی نباشه و اون جمله اینه رفقا از شخص بنده حمایت بکنید مدل این کار رو ببینید اگر احساس کردید مثبت از خوشتون میاد حتما از ما حمایت داشته باشین اگر نکته بود برای ما بفرستین